پارسا کاریو با من کرد که من توی تصوراتم نبود. یعنی زمانی که از بقیه میشیدم پارسا دقیقا همون جملاتی که به من گفته رو به اونا گفته تا رنگشون کالر بیان قورم میگفتم که کجای زمین. سلام علیکم، چطوری قربونتون برم؟ توی این پست میخوام به افشاگری ماجرایی بپردازم که به شدت بازیگر کراش العالمین پارسا ویروسفر رو زیر سوال برد و سر و صدای خیلی زیادی به پا کرده که یک خانومی به نام بهاره مصدقیان که بازیگر تئاتر هستند و 18 سال با آقای پارسا ویروسفر به اجرا می رفتن و همکاری مستقیم داشتن، افشا کرده که درون این 18 سال با پارسا جان یک رابطه به شدت نزدیک پارتنری داشته و الان بعد از 18 سال رابطه تنگاتنگ میخواد کل ماجرا رو افشا کنه. حالا چرا؟ چون که متوجه شده پارسا به غیر از خودش با نفرات خیلی بیشتری در ارتباط بوده و با همشون همی رابطه تنگاتنگو داشته. به یه ورم از قربونتون برم، یه لایک خوشگل بزنید روی پست و اگه مشترک چنل نبودین حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا بریم و بیاییم. مدیا چهار. نزدیک 3 ماه پیش بهاره مصدقیان که درون اینستاگرام فعالیت داشتن شروع کردن به یک سری استوری ها و مطالبی اینچنینی که پارسا پیروزفر به اون رکب زده. کم کم مخاطبا به سمت این پیج سرازیر شدن که چه اتفاقی پیش اومده. این خانوم در پستا و استوری های روزانه شون در مورد پارسای پیروزفر حرف می زدن و یک سری افرادی که پارسا باهاشون در ارتباط شده. ماجرا از این قراره که 18 سال پیش زمانی که ایشون کارآموز بودن در پیش استاد پارسا ویروسفر، کم کم متوجه میشه که یک حس علاقهی بینشون شکل گرفته و اینو از روی رفتارهای محبت آمیز پارسا متوجه میشه که توی پروژه در چشم باد بودن، شبا زنگ میزده و کمی درد و دل و دل و قلبه و از اینجور حرفا و پارسا ازش درخواست میکنه که خواهشن از این رابطه ما با کسی حرف نزن. دوست دارم مسائل زندگی شخصیم سیکرت بمونه و کسی هم مطلع نشه. بالاخره ما بازیگریم و دنبال دردسرم پاپاراتسی. خانم بهاره مصدقیان هم قبول میکنه و این رابطه از همان سال که سال 84 بوده تا دی ماه 1402 ادامه پیدا میکنه. یعنی قریب به 18 سال ایشون پارتنر پارسا ویروسفر بودن و خاطرات خیلی زیادی با هم دیگه داشتن. در ادامه روند صحبتاشون ایشون اعلام کردن که کم کم بعد از چندین سال متوجه شدن که پارسا ویروسفر با نفرات دیگه‌ای هم در تئاتر رابطه برقرار میکنه. اما از اونجایی که من زیاد به این مسائل نمیپرداختم و دوست نداشتم با پارسا بحث کنم، به روش نمیزدم. اما کم کم متوجه شدم که اون افرادم حرفایی دارن میزنن که پارسا دقیقاً همونا رو به خودم گفته بود و سرمو شیله مالیده بود و یه وایس هم در فضای مجازی منتشر شد که احتمالاً از این خانوم هستش. با هم دیگه گوش کنید. خیلی سخته تو ببینی تمام تصوراتت از فردی که پارتنرت بوده خیلی راحت به هم میریزه. پارسا کاریو با من کرد که من توی تصوراتم نبود. یعنی زمانی که از بقیه میشیدم پارسا دقیقا همون جملاتی که به من گفته رو به اونا گفته تا رنگشون کالر بیان قورم میگفتم که کجای زندگیم، چیکار دارم میکنم. بازن ندید میگرفتم، ولی دیدم این روند داره روبه روش میشه، نفرات دیگه هم میان، حرکت های دیگه هم میبینی و این طول زمانی که برای شما دارم میگم نزدیک به 6 سال بود. یعنی من از 6 سال قبل این نکات دیدم. از 97 که متوجه قضایا شدم، مخصوصا زمانی که داشت میرفت ترکیه سال 98 برای پروژه مست اش، دیگه اصلا وضعیت وخیم بود. ایشون در روند افشاگری‌هاش مستقیما اسم فردی رو نمی آوردن و در تمام استوری‌ها و پست‌هاشون با اسم‌های مخفف صدا می‌کردن و میگفتن که هر کدوم روابط مختلفی رو با پارسا داشتن و پارسا ازشون درخواست میکرده که این روابط رو سیکرت نگهدارن و دوست ندارن که پاپاراتزیا با خبر بشه و کم کم تصمیم میگیره که با پارسا در میون بذاره. ولی هر بار که میخواستن حرف بزنن پارسا از کوره در میرفت و اینم سریع موضوع رو جمع میکرده که خدایی نکرده پارسا جان ناراحت نشه و رابطهشون از بین نره. با همین روند ادامه میده و میرسه به سال 98. سال 98 پارسا پیروزفر قراردادی میبنده که فیلم مست عشق رو در ترکیه رکورد کنن.
طبق حرفای خانم بهاره مصدقیان، دختر جوانی در تئاتر باهاشون همکاری میکرده که حرفای ضد و نقیضی از پارسا میزده که نشون بده با اون در رابطه است. مصدقیان میگه اونجا با خودم گفتم این دختر چیزی نداره که پارسا بخواد به سمتش بره و تصمیم گرفتم همین موضوع رو حتما بهش بگم. ایشون میگن در سالن همایش نشسته بودیم و اون دختر 5 ردیف قبل‌تر از ما بود. در گوش پارسا گفتم که این دختر یک سری حرفای ضد و نقیض زده و گفته که با تو در ارتباطه. پارسا یک نگاهی به عقب انداخت و زیر لب یک فوش ریزی به این خانم داد. گفت ادبش میکنم. از فردای اون روز دیدیم دختر خودش رو خیلی جمع و جور کرده و نگاهش رو از پارسا میدزده، ولی پارسا مثل روزهای قبل بود و اصلا هیچ تغییری احساس نمیکرد. و با خودم میگفتم حتما چیزی نیست و این دختر چون دیده پارسا خیلی معروفه دوست داشته که این کارو انجام بده. اما زمانی که پارسا بلیت گرفت و به ترکیه رفت، بلا فاصله اون خانوم هم بلیت گرفت و رفتن به ترکیه. اینجا بود که قضیه خیلی برام بیختار شد و کم کم پای حرف بقیه بچه های تیم نشستم. متوجه شدم که پارسا فقط با من در ارتباط نیست، با نفرات دیگه این تیم هم در ارتباط بوده، مثل خانوم اف. در ادامه پست‌های افشاگری خانم مصدقیان اشاره کردن که پارسا دست بزن داشته، البته خودشونو نزدن، ولی خانم اف ازش فیلمی داره که پارسا بهش حمله ور شده، ولی به نظر پارسا حالت جنون داشته و در آخر در آغوش میگرفته و به زور میخواسته که ازشون عذرخواهی کنه. این روند ادامه دار میشه و بعد از مدتی کم کم مصدقیان به این نتیجه میرسه که باید با پارسا در میون بذاره و این اتفاق میرسه به دیماه سال 1402. پارسا رو دعوت میکنه به خونش و با همدیگه شام رو سرو میکنن. مابین غذا خوردن به پارسا میگه که چه اتفاقاتی افتاده و پارسا به قدری جوش میاره که مصدقیان باورش نمیشه همچین رفتاری داره باهاش میکنه و از دار و بیدادهای پارسا پیروزفر وحشت زده میشه. به نقل قول از ایشون بعد از چندین ساعت داد و فریاد و کشمکش پارسا آروم میشه و در یه گوشه میشینه. میگه من که در حال گریه بودم و میلرزیدم، پارسا به هم لبخندی زد و گفت میخوای برات موسیقی اسپانیایی بخونم. منم تایید کردم تا اون یکم آروم بشه. در آخر به هم گفت هفته بعد میام دنبالت، با بچه ها میریم شمال و منو بغل کرد، ولی من دستامو کنار بدنم گذاشتم و بغلش نکردم. اون نمیدونست که این آخرین ملاقات ماست. حالا جای جالبش اینه که مابین این افشاگری ها افرادی به دایرکت این خانم سر زدن و اعلام کردن که ما هم با پارسا پیروزفر در رابطه بودیم و دقیقاً به همون میگفت که از رابطه مون هیچ خبری به کسی ندین و دوست دارم سیکرت بمونه چون احتمالاً پاپاراتزی ها میریزن. پارسا جان حداقل یه دیالوگ دیگه بهشون میگفتی. دنسفز. و این روند خیلی سر و صدا میکنه در فضای مجازی و دقیقاً مصادف میشه با اکران مست عشق. اما علارغم تمام تلاش‌های بهاره مصدقیان، پارسا پیروزفر هیچ واکنشی نشون نمیده. حتی شکایت هم نمیکنه و مصدقیان در تمامی پیام‌ها اعلام میکرد که پارسا جان با من حرف بزن، حداقل شکایت کن تا روند مشخص بشه. اما پیروزفر به هیچ وجه واکنش نشون نداد. و هنوزم که نزدیک به 3 ماه از این اتفاق میگذره، خانم بهاره مصدقیان در روزهای مختلف دست به افشاگری میزنن و گفتن که در ادامه فایل هایی رو اجرا میکنن که احتمالاً این فایل صوتی که منتشر شده متعلق به ایشونه. حالا نظر شما چیه؟ لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و تا درودی دیگر، بدرود.